جوان هستم. خاندوانه تو کنه چه داره؟ آری چقدر اونه قشنگ هم؟ خیلی چقدر شما قشنگی؟ خیلی بحبه خدا شکر. شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به رای بدیم پیشنهاد بدیم من دارم تو ذهنم والیبالیستا دیگه روزدارا دیگه مریضا دیگه گرافیستا خوبه؟ جناب خان ورزشکارا مهندسا بریم برای بیمارا موافقین؟ شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که بیمارن و الان در بستر بیماری هن یا در بیمارستان یا در منزل ایشالله که زودتر خوب بشن سر حال قبراق بلند شن و زندگی و کیف و اینا را بندازن پس به افتخار همه بیمارا خب بریم برای خنده 25 ثانیه این خنده رو اگر نکنید ظلم کردیم به خودتون بریم آماده یک بعد میدونید دیگه نفس میکشیم بالا میریزینش بیرون اینجوری نخندین یه وقت آماده این تمرینه نفس یک دو ما خیلی باحالیم خیلی بفرمایید خب سوال مسابقه اس ام اس یا پیامکی مون رو خدمتتون عرض میکنم میدونید که هر شب قرعه کشی میشه از جوابهای درست یک نفر انتخاب میشه 500 هزار تومان کارت هدیه میگیره تا هفته هم اعلام میکنیم برنده های کل هفته رو خب سوال اینه که به طور متوسط چند درصد از زباله هایی که جمع‌آوری میشه در جهان مربوط به سیگاره یعنی یا جعبه سیگاره یا فندک یا ته سیگاره یا کبریته و به هر حال ربط داره به سیگار جواب 1 3% جواب 2 8% جواب 3 9% جواب 4 16% اگر با 3% موافقید 1 ارسال کنید با 8% 2 با 9% 3 و با 16% 4 خب نماز روزتون هم قبول باشه خیلی باحاله و بریم برای قصه براتون بخونم من تصمیم گرفتم دیگه هر چند وقت یه بار براتون قصه بخونم از کتابای مختلف ولی فعلا از همین کتاب اسم قصه هست بازی بزرگان از سرگیو رامیرز که از نیکاراگوآ است میدونید که امریکای جنوبی مدام در حال فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی بوده در طول لاغل چند دهه گذشته و اتفاقات عجیب غریبی توش میفته و این یه قصه کنایه آمیز به این ماجراهایی که در اونجا وجود داره قصه نویسندهش نیکاراگوئه‌ایه تعدادی از دوستان آشنایان لشکری و کشوری تولد حضرت ریاست جمهوری را در یکی از گاوداری‌های بیشمارش که رو به دریا بود جشن گرفته بودند بعد از صرف غذا و اتمام مراسم رسمی و سخنرانی ها و تعارف های بی سر و ته مهمانان به فکر افتادند راهی بیابند تا حضرت ایشان را از افسردگی و کسالت درآورند. عالی جناب اخلاقشان به هم ریخته بود یکی لودگی می کرد یکی بالا پایی می پرید یکی شوخی های بی مزه پیش می کشید و خلاصه هر که هر چه در چنته داشت به کار زد اما هیچ کدام افاقه نکرد گارد محافظین آماده شد عالی جناب فرمودند اتومبیل را بیاورند
درست در همین موقع وزیر فرهنگ فکر بکری به سرش زد. او زغزده پیشنهاد یک بازی را طرح کرد و اسم آن را ویلیام تل بازی گذاشت. ویلیام تل میدونین ماجراش چی بوده؟ کی میدونه ویلیام تل چی بوده؟ ویلیام تل اون تیرانداز که با کمان تیراندازی میکرد و مبارز بوده و خیلی هم جنگجو بوده و بسیار تیرانداز خوبی بوده و در یک موقعیت خیلی خیلی سخت قرار میگیره که شاه سیب رو میزه رو سر بچه ویلیام تل، میگه با تیر باید اینو بزنی با فاصله زیاد، و بچهش هم وامیسته و با اعتمادی که به پدرش داشته وامیسته میگه بزن، و این پدر کلی در اون لحظه سختی میکشه که این کار بکنه یا نه، و بالاخره شلیک میکنه تیر و میخوره درست به سیب و از یک موقعیت بسیار خطرناک نجات پیدا میکنه. با سعی میگه ویلیام تل بازی، حالا میبینه چی. آره، یک بازی رو طرح کرد و اسم اون رو ویلیام تل بازی گذاشت. در توضیح روش بازی گفت: میهمانان عالی مقام که شرف حضور دارند مفتخر میشوند میوهی بر سر بگذارند، و چون تیر و کمان نداریم مقام عالی ریاست جمهوری با تپانچه میوه را بزنند. حضرت ریاست جمهوری بعدشان نیامد. وزیر فرهنگ بلافاصله خود پیش قدم شد و انبه ای را که همسرش با دلشوره به او داده بود به او داد، زغزده گرفت و روی سرش گذاشت. رئیس تشریفات اسلحه و مهمات جعبه اسلحه را در برابر ایشان گرفت. عالی جناب تپانچه کالیبر 45 اسمیدند وسن رو به دست گرفت که دست صدفی هم بود و انتخاب کرد. همونطور که بعضی انتظار داشتند گلوله کاری بود و مغز وزیر به دیوار پاشید. انبه بیان که خش بردارد به زمین افتاد. مراسم تشییع جنازه وزیر فرهنگ با شکوه تمام برگزار شد. این بود قصه آقای سرگیو رامیرز. قصه بخونید. قصه خوندن بسیار کار جذابیه و همدیگر دعوت کنید به قصه خوندن. و اصولا پیشنهاد میکنم که بچه مسابقه قصه خونی ما به زودی را میندازیم که تلاشمون اینه که یکی از بهترین و بزرگترین مسابقه های قصه خوانی ایران بشه، و برای شرکت کردن توی این مسابقه قصه خونی که جوایز بسیار باحالی هم داره، مسابقه جذابیه، حتما حتما تو شرکت بکنید و این قصه خونی خیلی کار به درد بخور واجبیه. بله بله منم دست. تمام تعظیمات دیدم که پشت به جماعت میکنی که خب نمیافتم تو دوربین. ما عاشقینم تو دوربینم بیافت. بله میدونم این عشق به تصویر رو در تو میشناسم. دوست دارم تصویر خوبه دیگه. خیلی قشنگه. هر چند وقت یه بار یه ذره تصویر میخوام که من بتونم در مراحل زندگی بتونی به زندگی ادامه بدی. ادامه بدم و امیدوار باشم در مراحل زندگی. میدونم آره. جوان جوان ما یک مجموعه درست کردیم. تحلیل و نقد ضرب المثل و تاثیر اون در زندگی افراد. این مجموعه است و یه سوال دارم، یه چی داریم؟ تحلیل و نقد ضرب المثل. نه گفتیم ما یه چی داریم که اینه؟ یک مجموعه. مجموعه؟ بله. مجموعه یعنی چی؟ مجموعه جمع مه دیگه. نه جمع مه یعنی ما دیگه، مجموعه ماها دیگه. کیا این؟ من و یه تیمی حالا دیگه. خب ادامه میدم باشه. مثلا ما اومدیم چی الان؟ دارم گوش میدم. آیا چطور مگری تو چشماتون هست؟ آره خوب که هست. چرا؟ حالا همیشه هست. خیلی خوب. ببینیم مثلا داریم که ما مثلا شنیدین که میگه هر که با همش بیش برفش بیشتر. بیشتر دیگه بله. که ما میگیم که آقا اینو هی میگیم برفی که تو تهران نمیاد درست حسابی. خب منم که جاهایی که زندگی میکردم برف نمیومده. خب ما مثلا ربطی نداره. برای چی استفاده میشه این؟ اون این ضرب المثل دیگه معنی داره. باید استفاده بشه. یعنی چی؟ انقدر طرف بام معنی داره. این به این اونه که نداره. پس چیه؟ برای چی گفته شده؟ برای چی گفته شده؟ برای مثال اینو شروع کردم که ببینم نظرتون چیه تا باید برم سراغ بقیه‌اش. خب میخوای چیکار کنی با این حالا؟ میخوام بگم که با تغییرش بدیم اینو. حالا اینش میکنین تغییرتون چیه؟ این جزء اونایی که من باهاش مشکل دارم، نفهمیدم چه شد از بچگی. هر کی باهاش برفش بیشتر. آره دیگه. یعنی بام بالاتر باشه برف بیشتر هم میشینه روش نشسته. آره دیگه. کوکو برف. بعد بیا که اینو بگن که یعنی تو اگر بلند پروازی بیشتری داری، اگر امکانات بیشتری داری، درنچه گرفتاریات هم میتونه بیشتر باشه. خب اینو بگن.
چرا اینو میگن؟ این چه ربطی به اون داره؟ ضرب المثل کنایه داره توش. خب مثلا میگن طرفو تو ده راه نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. خب ما اومدیم الان زمانی که یک تیمی گذاشتن. معنیش از کجا میاد؟ بله معنی این از کجا میاد؟ بله معنی چی؟ بله بله بگید این یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا یارو تو ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفته. مشخصه من فهمیدم که فهمیدی. معلوم واقعا معلوم بود که حالا ما اومدیم یه نیرو دیگه تیمی گذاشتیم منسجم که میان اگر این ضربه مثلا شنیده بشه سری میرن تو همون جایی که قرار طرف بیاد. خب دیگه کاری نداره، دیگه نمیره سراغ خونه کت خدا رو بگیره. خب راهنماییش میکنیم به مجموعه که ما درست کردیم. خب یک مبلغی میگیره میاد اونجا دیگه، دنبال کت خدا هم نمیگره، بزن کت خدا زندگیشو بکنه، سن و سالی ازش گذشته. یعنی در نهایت تو در راش میدیم. راش میدیم بله. گناه داره، بالاخره اومده اونجا و همون میتونه پول تزریق کنه برای مردمان ده. نه هم به عنوان توریست. به عنوان توریست. بعد مثلا هر که طاووس خواهد جوره هندوستان کشد. شنیدین که اینو. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما میگیم آقا اگه قرار طاووس بخواید به خودمون بگید. نه این الکی هزینه کنید تا هندوستان برید. خب. همین پشت طاووس داریم پرورش میدیم ما. طاووس خوشپرواد. خب. میان پول میدن به ما، طاووس میدیم بهشون. یعنی پول سفر هزینه به هندو میدن به ما، طاووس میدیم بهشون. میشه یه بار از هزینه کم میشه، یعنی شما یک بار در زمان هم صرفه‌جویی میشه. صرفه‌جویی میشه بله. دیگه به دیگه میگه روسی هم که شنیدید دیگه. بله شنید که دیگه انقدر پررو نیست اصلا. نه. و دوتا دیگه اصلا حرف نمیزنن. خب ما دوتا قابلامه کردیم یا دوتا مثلا قابلامه حرف میزنه. بله بله قابلمه حرف میزنه دیگه، عرض نمیزنه قابلمه حرف میزنه. حالا اینو کاری نداره. مثلا شنیدین که میگن نه همین لباس زیباست نشان ادبیت. خب چند تا تحلیل متعدد داره. خب یکیش اینه که نهمین لباس زیباست نشان ادمیت. نشان ادمیت یعنی شما هشتمین قبلی؟ نه فقط نهمی. یعنی به دردت نمیخوره. یکی دیگه هم هستش که ما رو این بیشتر موافقیم. نه همین لباس زیباست نشان ادمیت. یعنی تو لباس نباشی آدم نمیشی. آدم زیبا باید بپوشی. اینو گفت تو دقیقاً معنیشو داری برعکس میکنی. نه قشنگتره. نه این معنی درست‌تر از اون آقا. نه آقا بری بدره اخ نکن واسه من. نه تو داری دقیقاً برعکسش میکنی. یا مثلا این نشانه از اینه که ظاهرسازی نشانه آدمیت نیست. چرا هست؟ ببینی چقدر موفق‌ترن این همه دارن ظاهرسازی میکنن. موفق‌تر مثلا در درجات بالایی هم قرار گرفتن آقا. تام باشم یا مثلا توانا بود هر کی دانا بود ما درست داره یا توانا بود هر کی آدم بود کدوم درست داره؟ بگو کدوم درست داره؟ تو دلیل چی؟ من نادان. من اینا نادانی کردم و توانا هم هستم، دارم میرم جلو. این همه آدم هستن که نادان توانمند هم هستن. یا مثلا خشت اول گر نهد معمار کج میشه چی؟ تا سریا میره و دیوار کج. این که دیگه مشخصه. خب. اشتباهه. چیکارش کردی؟ متغیرش دادیم. چیکارش کردی؟ ما داریم میگیم که آقا اصلا به معمار کاری نداره این. بعد اصلا تا سریا قرار نیست بره. 4-5 طبقه ما مجوز گرفتیم از شهرداری بسازیم. حالا اصلا خشتش هم کج باشه. 5 طبقه است اینجوری میره بالا دیگه. مگه برج پیزا چه جوریه؟ اینجوری کج دیگه. فرق میکنه شرایطش. چرا شرایطش بعد فرق میکنه؟ اون به مرور زمان کج شده. خب این اون موقع استفاده میشد. الان فرق میکنه شرایط. یعنی چی؟ یعنی کج بسازیم و بریم. بریم. همه هم دارن میان تو زندگی میکنن، کلی هم هزینه میکنن. بعد این اونور یه زلزله خدای نکرده اومد میریزه زمین. همون که گفتید میریزه زمین بله. بعد جون مردم؟ جون مردم زرنگ باشن میپرن پایین دیگه قبل از زلزله آبا. خلاص هوارش به سرشون بالاخره انقدر چست و چابک هستن که میپرن بیرون دیگه. مثل شب باشه خواب باشن چی؟ بیدار میشه یکی صدا میکنه پاشو زلزله میپرن پایین. اصلا اون آدم ها که میذارین توی چیز ده و روستا و اینا که در خونه یعنی تیم دیگه یعنی اینا این تیم یه تیم طراحی کن بشینه در خونه این دیوار کجا ساختمون کجا زنگ بزنن زلزله اومد مردم بیان پایین. خیلی هم قشنگه آجم. مشک یا مشک اول اینو من بگی چی؟ مشک آن است که خود بگی یا مشک آن است که خود بگی؟ مشک آن است. خب ما میگیم مشک اصلا حالا که اینجوری شد تغییرش مشک عزیزم مشک تعریف دیگه داره مشک تعریف دیگه داره. آقا مگه نمیگن آن است که خود بگوید نه اون که عطار بگوید. خب با عطار چه ربطی داره؟ شاید ما دوستش بشیم بقال بگوید عطار فروشنده شه. برای چی فروشنده؟ کجا معلوم؟ دیوونه شدی؟ ما تازه داریم میگیم که آقا خودش بو بده نیازی هم نیست که عطار بگی یا نه. عطار میخوای چیکار؟ نه نمیخوام بو بده خوش باشه معلومه دیگه مشخصه دیگه. دیگه؟ دیگه که دیگه دارم دیگه باز مثلا شاعر میگه که تو از این را داری پول در میاری؟ آقای جوان اینو که دیگه اصلا
شما شنیدین که میگن آقا یک دست صدا ندارد یعنی چی؟ با من بگید یکی با من بگید. من نفهمم. یه دست صدا نداره اینجوری. من صدا دار دستم. من تمام صداها رو بده بگم. تازه خیلی صدا دارم و صداهای مختلف. صدا رعد و برق بود هستم در میارم. یه بار دیگه بکن. یک دست خیلی هم صدا داره. من همه کارم با یه دست. من تمام صدا هم با یک دستم در میارم. حالا هی داستان بخونید. اینجا. داستان میخونم. بخونید. میخونم. گوگوش شنوا. چاو سینی. ببخشید. چاو سینی. ببخشید. بریم بیان. میخواییم با هم دیگه کیف کنیم. کمربند رو ببندیم. خش. حالا همه با هم. یک، دو، سه، چار. جسی او چیزهای حل کردی همون چیزها اونا رو صحبت شده بود. اوکی 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 باشه. سلام رامبو جان. سلام جناب خان، چطوری؟ جناب خان نه و جناب خانده. حالتون چطوره؟ خوبم، ما خیلی خوبم. خدا رو شکر، منم خیلی خوبم. شما مشکلی با این خندوانت نداری؟ نه، همه چی خیلی خوبه. درگیری، حمله، چیزی به برنامه نداشتی؟ نه، هیچ وقت. اگه داشتی فقط یک تماس بگیر تا ما حلش کنیم برات. دستتون درد نکنه، مشکل نه. یه پیشنهادی بهشون میدم که نتونن ردش کنن. چه باحال، چه باحال. آره، چه باحال. الو. سلام، چطوری؟ آل خودتی؟ آل کاپون چطوری؟ خوبی؟ او کوپناک فرستاده بودم به دستت رسید از طرف جناب خانده؟ باشه نگاه که اونا رو نمیخواد تو صف وایسی ها. نه نه او کوپناک رو آره برو برای برنج و روغن و چیزات. آره برو بگیرش. باشه درگیر بشی، نزاع خیابانی کنی، تیر بخوری، فدو قبونت، بوس بوس. آره آل کاپون بود، یکی از دوستا همکارا. آره بشه که بچه ها اومدن. آره دانیال ترنماشدیه وفکا وستا وزنیه وفکا بارتو باشده با ودیه. یعنی کلش ترنماشدیه؟ ترنماشدیه فتازگا وفت. باشه نگاه کن رو کمینم چیا داری؟ ترنماشده کف. تمام جنسای ترناویژدیه؟ ترناویژدیه وزگا و ترناژنی موفکا. باشه موفکا. جسی تا خودم تست نکنم نفهم این ترناویژدیه یا ترناویژدیه. آره آره. اگه بتونم تمام اینای تو جنس بازار بکنم تو نویجدیه میتونم برام اونجا برای احلام و گردنبندی که میخواست بخرم و جواب مثبت بگیرم و دیگه تو نویجدیه. آره خیلی خوب دانیالوف اینا رو بگیر. جسی پولا نریزه اونا تو نویجدیه نریزه. آره ترنویجدیه Арновожнева в каза табажнива та 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 бачи бу туф туф тиш ба чун
به مامور جناب خان گیر دادن گفتن تته توف تب تو باش تب تا 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 دا نگاه کن میره اونجا میگه که جناب خان منو فرستاده چی هم نواست همین الان جلوی خودم تلفن بزن بهشون بگو اینو دا آره دا هم نگو که با پشت دست میام برات تو پشکاروف از مشنیه وفکا زدر نوشدیه که باش نموفت ده باق باق دیش نو وفتش دیسکی پارتا منیف دیش پارتا پراف دوبوسکی پخستیم پخستیم آفرین تورتا واشنی وفکا سپاستیش نیفت تپاف آره برو دانیلوف گرد باشه شعبه مسکوی ما رو حواست باشه دا آره قشنگ تو محل پخش کن برو دا دانیال کورنویجیف کاسپاروف دانیلا کارپوف برو آره کورنویجیف آره بوی لبو بدوم لبوی آلو عبرایی تو اگه لبو میخی تو هم با مایی جان احلام نیو برام تو که یه تو چیزایی تو خودت داری وی لبو بدم لبو یا علا برای یلا تو اگه لبو میخی تو هم با مای یلا یلا جان احلام نیو برام تو که یه تو چیزایی تو خودت داری یلا مش یلا تو مجا بیا چینو یلا هلی ولا هلی وی خب رامبو جان حالا رسیدیم به تو دوست داری که توی بیزینس با ما شریک باشی دوست داری از این وضعیتی که الان توش هستی در بیای دوست داری دیگه این مجبور نباشی بگی خندوانه یعنی همه برای خندوانه دوست داری؟ من نمیفهم شما منظور چیه میفهمم مشکلت چیه بیا این از پیچ خستت حله کمه بیا اینم اینم دو بسته کمه اینم سه بسته فقط بیشتر نمی کنم دیگه تو راجع من چی فکر کردی؟ راجعت گفتم یه جوونی هستی سر برایی بیای توی بیزینس قاطی بشی پول در بیاری بده تو فکر کردی من قاطی بیزینس تو میشن گفتم بیای تو محله پخش کن کار میکنم من نمیدونم کسی نگرشان این چه کاریه چه مشکلی داری چرا به سمت ما حمله ور میشی بده میخوام اخاک بلندت کنم معلومه که بهت حمله ور میشم چرا آخی چه مشکلی داری چی میزنم بلم کن آقا یعنی چی میزنم کو آقا به این گنده بکن بگو از رو من بلند شه جسی جان ولش کن اینو حرف حسابش چیه من کمینم ولش کن جان مشکل شما چیه این چه کاریه چه کاری کردم بده دعوت به کارت کردم معلومه که بده دعوت به کارم کردی برای چی گفتم بعد همینجوری از این کار بیا بیرون جز پا بیا بیرون تو که میدونی من سالهاست توی کارم چرا باید سالهاست تو این کاری آره دیگه تو سالهاست تو کار مواد مخدری مواد مخدر بله من سالهاست کوچی اون مزخرفات کو مزخرفات چی اینا کار ماست این کار توه بله بگیر ببین شما این گوش کن ببین کجاش مزخرف اصل جنسه ببر استفاده کن ببین پشیمون میشی ازش متنفرم از این کار عزیزم شما اینو بگیر متنفرم از این کار اجازه نمیدم شما این کارو بکنی رامبو جان شما اینو بگیر بکن ببین مشکلی داره فاسد شده چیه بکن دیگه خب این الان چی تاریخ گذشته است چه مشکلی داره چیه این الان بوم؟ بو چی میده؟ نارگیل خب نارگیله دیگه بو معلومه نارگیل باید بو نارگیل بده این نارگیله گفتم از شاخ آفریقا برام بیارن با لبو ترکیب کنیم لبوی نارگیلی بفروشیم این خلافی توشه؟ این پودر نارگیله؟ آره دیگه پودر نارگیله مشکلی داره؟ پودر نارگیل خوراکی؟ آره دیگه پا چی؟ پا پودر نارگیل پوشیدنی؟ یعنی واقعا تو میخوایی با لبو ترکیب کنی و لبوی نارگیلی بده واقعا ازت عذرخواهی میکنم خب نمیفهمم چرا من اشتباه فهمیدم من فکر کنم تو داری مواد مخدر پس اون روسه چی بود اون روسه هم یکی ابچای بود شعبه لبو فروشی ما تو مسکو داره ولی نه آره رامبو پس این جسیه چیه این جسی هم جاسم از دوستای مونه بادیگارد مونه آره ای تو هیکلش باحاله گفتم جاسم بیا یه موقع اگه مردم ازدحام کردن بره فروش لبو اینا هوای مونه داشته باش حالا جاسم جان این بیا چیز کن رامبود ببوس عدلش در بیار آره اینا یه خوده حساسن به چاچوم اونجا رفیق اونا باشون هستی اینا مثلا چه اینا بوس بوس کو که در جاسم خیلی هم گنده است آره جاسم با خیلی دار جاسم هست عبود هست اینا همه دوستای مونن فقط رامبو جان وای من خیلی خوشحال شدم تو رامبو جان خیلی خوشحال شدم رامبو جان بله
از تو توقع نداشتم که راجب ما مون جناب خان که یه عمر با نون حلال بزرگ شدم توفه کنی. راست میگی وای خود مذرد تو فکر کردی ما میرم تو کار مواد مخدر؟ آخه بقیه هم فهم کنم همین جوری شما آخه چرا این فکر کردی؟ چرا؟ آخه همه چی کمک میکرد به اینکه ما گول بخوریم. چی کمک میکرد به اینکه گول بخوری؟ چی؟ آخه اون دارو مدد درج ده بعض رفات رو که بعض نه ده بعض ده بعد اینو بودک رو بعد این زرف و زرف پول دادین بعد اونم انقدی واسطاده اونجا بعد با آهنگ پدرخوانده و گربه و اینا. یعنی مگه مواد مخدر اینطوریه؟ آره دیگه تو فیلم خب ما فیلم ها رو نیدم، ما فقط شعله نگاه کردم این سال وقتی فقط شعله میبینی؟ آره دیگه فقط شعله میگه دستای قوی داری تا کن اینو میبینم گله گله عشق میروزم. آره فقط رامبو جان الو جان چی؟ نارگیلا رسیده؟ آره یه تو نارگیل آره میام آره فقط مامورا نفهمن ها. آره مامورا نفهمن. آره کدوم مامورا اون وقت نفهمن؟ فدو خدا فیل بوس بود چی؟ کدوم مامورا نفهمن؟ نه ما یه شعبه رقیب داریم، اونا لبوی آلو ورایی میدن با طعم خربوزه. خب گفتم مامورای اونا یه وقت نفهمن. آره چه چیز مزخرفیه، لبوی آلو ورایی با طعم خربوزه؟ آره اصلا جواب نمیده. آره ما لبوی نارگیلی میخوام بدون با طعم آلبالو، اینو میخوام بدون بازار رو میگیرم. کاری نداری فعلا؟ نه خیلی خوشحال شدم. سفیده نارگیل سیاهن وی سفیده نارگیل سیاهن وی سفیده وی سیاهن وی جوانه وی رنب و جوان ناز داره ناز به جوانش داره رنب و جوان داره ناز به جوانش داره رنب و جوان داره ناز به جوانش داره. خدا رو شکر که جناب خانم سر جاشه و هیچ کار خلافی نمیکنه. اصلا دل تو دلم نبود داشتم سکته میکردم یا خدای نکرده جناب خان افتاده تو کار خلاف. خیلی خوب حالا که همه چی خوبه همه با هم دیگه یک دو سه بریم بیا مسابقه داخل استودیو منتها بهتون توضیحاتی بعد بدم. مسابقه دیکته میخوام بگیرم، یعنی امتحان دیکته. مسابقه دیکته میدیم. خب چهار نفر اولی که تونستن دیکته درست کلمه رو بنویسن میرن برای بخش نهایی. دو نفر اول انقدر مینویسیم تا دو نفر اول معلوم شن. نفر اول یک عدد کارت هدیه 100,000 تومانی میگیره به علاوه 200,000 تومان بن خرید از محصولات یک و یک و بقیه محصولات. جایزه رو هم یک و یک داره
بهتون تقدیم میکنه و هدیه میده. نفر دوم 100,000 تومان کارت هدیه به علاوه 100,000 تومان بن خرید از محصولات یک و یک و محصولات دیگه. آماده؟ کی گفته بیای تو؟ کی گفته بیای تو؟ کی گفته بیای تو؟ باشم دیگه. مسابقه باشم فرار میکنم بیام. بمونه؟ بله. باش. مسابقه داخل استودیو. شماره ها. فائزه متولی. بنویسید ذائقه. هیچی نگین، هیچی نگین، بذارید بنویسه، بذارید بنویسن. این چیه؟ ذائقه. ولی گفته باشم آی، به محض اینکه بنویسی دیگه امکان پاک کردن نده. آفرین. شماره 59. بنویسید زوزنقه. عزیز متشکرم. نه شماره 63 نوید نوبخت. لطفاً بنویسید مستعصل. آها نه میلاد درخشی. اهرام ثلاثه. قد خودشونه دیگه. قد خودشونه. آفرین. شماره 10. ساغر حسینی. اسفل السافلی. چه خبر آقای جوان؟ مگه کجاست؟ آفرین. رفتیم برای فینال. دناعت. مناعت یا دناعت؟ دناعت. مرسی بفرمین. درسته. بنویس اولوالعزم. آفرین. شهاب ثاقب. اوه سرعت رو شهاب درسته دیگه. آقای جمع یکیشو نوشتن دیگه. نه جوان از بالا به پایین نگاه. بنویسید مغنی به معنی نوازنده. نوشتیم. خدا حافظ. خدا حافظ. تشویق. بریم برای اول دومی. بنویسید لطفاً اولول الباب. یه ذره اینجا یه بله درست بفرمایید. این تعمیم ماحصل. ماحصل نه ماحصل نه ماه اصل. خب نفر دومون هم معلوم شد. نفر اولمون هم معلوم شد. تشکر. مبارکه. مبارکه. تو قبلا هم جایزه گرفته بودی؟ هیچ وقت؟ خب بریم گزارش خرمشهر رو داریم از مردم خرمشهر. یه گزارش باحال ببینیم برگردیم. بریم بیا. چرا میخندن دوستات؟ نمیدونم والا. خورم شهر اینجوری همیشه میخندن. چرا خوب؟ آه
خرمشهری بخون. صبح تا شب شما اصلا نمیخندی؟ چرا میخندی؟ میخندم میخندم. آره آره بخند. امروز از صبح تا حالا به چی خندیدی؟ چی خندیدم؟ والا بچه های دیدم دیگه، شما رو دیدم حقیقتش یه لبخند پشت دوربین زدی، ما هم خندیدیم دیگه، نیش خنده تو خوب بحال بود. مشتری ها دادم های خوش اخلاقی هن؟ همه خرمشهری ها خوش اخلاق هن. همه خرمشهری ها؟ همه خرمشهری ها بدون استثناء همه شون خوب هن. این چیه؟ یه بازاری همه شون یه اینجوری اطبیعت شون خوبه دارن؟ بدون 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 بعضی وقتا یک کانالی میچرف کنیم مطلب شبکه نسیم رو ببینیم یه لبخندی خلاصه هست رو لبامون بیاد. خدا رو شد خدا رو شد. از همه بهتر نقش این نقش عروسی که بهتره. از همه بهتره نقش. بابا اون همه آدم کار میکنه از همه بهتره. نه نقشی که اینجا میکنه برای تفریح خنده مردم از همه بهتر اونه. خب همشهریتونه دیگه. بله اصلا جناب خان. جناب خان بله. اره والا فعلا تلویزیون نداره. تلویزیون ندارید؟ حقیقتا تلویزیون نداریم. واقعی؟ واقعا. چرا؟ دیگه تلویزیون گرونه آقا نمیتونم بخورم. دیگه تلویزیون همه دارم. یه سیاسفید دارم کوچیک. بالاخره سیاسفیدشو داری؟ آره یه سیاسفید دارم کوچیک حقیقتا. آقا گرونه من نمیتونم بخریم. میخری شده؟ نه ما منتظریم اینکه دیگه الا بگیم مجانی. آفرین مجانی. آره دیگه هدیه از شما ایشالله. آره ایشالله همیشه شاد باشی. خیلی من همیشه بخندی. خندمونه رو باز ببینیم. بله هر شب میگم کنم جناب خان. بله جناب خان 100 درصد. این گل هم مال شما. قربان تشکر. قربان الله لطف کن. مسابقه پیامکی بد نبود خوبه. یه بار دیگه سوال رو براتون میخونم. به طور متوسط چند درصد از زباله های جمع‌آوری شده در جهان مربوط به سیگار است؟ یعنی جعبه سیگار، فندک، ته سیگار، کبریت و و و و که جوابا ایناست. 1-3%، 2-8%، 3-9%، 4-16%. اگه با هر کدوم از درصد موافقین عددش ارسال بکنید به 3500 هر شب یک نفر تیغوره کشی 500 هزار تومن کارت هدیه میگیره و آخر هفته هم اعلام میکنیم. الو الو. آره 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 تمام مختلف دیگه. آره آره اونا رو سفارش دادم میرسه بهتون. آره 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 باشو خوب بفروشی سهممون بدی قربونه فداد بوس بوس. آره آره خب رامبو جان چطوری؟ خوبی؟ خوبه هم. آره شما چطوری؟ تفاهم برطرف شد دیگه؟ بله خدا رو شما منم ازت عذرخواهی میکنم. درگیری های ذهنی که داشتی دیگه برطرف شد؟ بله خیلی هم خوشحالم الان. خب رامبو جان بله خب بیا بشین یه خودی چند تا مشورت به ما بده. یه گرهی توی کار بیزینس ما افتاده. چی هست؟ هر چی باشه بتونم در خدمت هم. آره نمیدونم این چه طعمی ممکنه تو بازار بیشتر فروش داشته باشه. نگاه کن الان ما یه لبوی گردویی زدم با طعم ماسخیار. این به نظر جواب میده؟ به نظرم اصلا چیز جالبی نیست. این خوب نیست؟ آخه نگاه کن چطوره؟ بیا میگن همه میگن بده. خب باشه حالا اینو زیاد تولید نکردی اینو انبوهش نمی کنیم. نگاه کن یه دیرین دیگرم لبوی آووکادو زدم با طعم تاووکادو. این خوبه؟ این چی هست؟ یه لبوی خیلی برای هدیه و اینا مناسبه میشه کادو بدی. لبوی آووکادوه. سن جایی بخوای تولد بری اینا اینه کادو میبری. جالبه ایده عجیبیه. خب دیگه اینه تولید کنم یعنی انبوه؟ نه به نظرم انبوه نه چند تا دونه بکنیم ببینیم چه جوری میشه. نگاه کن یه دونه زدم لبوی جنسینگ با طعم دل پیرو. چطور خوبه؟ دل پیرو مگه طعم داره؟ دیگه حالا ما ایناشو نمیدونم ورزشیه دیگه نیروزون. اینو بخوری احتمالاً میری یوونتوس. خوبه؟ خیلی جالب و عجیبه. حالا اون چیزی که بیشتر خودم روش نظر دارم اینه. چه؟ بادمجون هلویی زدم با طعم میگو. خوبه؟ چقدر عجیبه ولی اون اصلا لبوش کو؟ لبوش کو؟ نه خب بادمجون هلویی با طعم میگو لبوش کجا؟ ای لبوش کو پس
اخ 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 اینو سری زنگ بزنم جلو. الو 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 نگاه کن این تم میگوهای متوقف کن، نه اون میگوهای بی خود تلف نکن. آره این اصلا لبوش کو ایکی پاسخ گو الان بیام براتون. نه 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 اون کل میگوها رو جمع کن فعلا ببریم بریزیم تو خلیج فارس که تلف نشن. آره قربونه فداد ماس خیال بخوری به دل پیرو پاس بدی قربونه بوس بوس رامبو جان. بله پی همه میگو رو دست ما با سراب بریم بریزم تو خلیج فارس تا اینا تلف نشدن. آره دیگه بهتره دیگه. اخ 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 چقدرم دلم برای این خلیج فارس تنگ شده. آخه یعنی ای کاش میشد که الان حال و هوای خلیج فارس برای ما زنده میشد از این دلتنگی در میانه. آخه آخه میتونی یه کاری به ما بکنی رامبو؟ میخوای برات یه آواز بخونی یه ذره کیف کنی؟ بخون دیگه حالا دیگه بخون به یه گایه بخون گایه بخون. تو خودت میخوای اول یه چیزی بخونی بعد ما آوازمونو بخونیم؟ ما بخونم؟ آره ممکنه خود دلگیر با شاعب نداره؟ بعد ما یه چیز پر انرژی میخونیم حالت بهتر میشه. بعد شما به صداش جواب بدین هله باشه؟ باش. باش. بله چش. هله تا به بندر والله خیلی راهن. هله دریا پر موجو هله بمبک زیادن خوشو مالا گوشه یه چر والله چشمم نظر کن بارو در کوی دلدار دلدارم گذر کن مگو یارت سلامت سلامت میرساند که مادر اقرب نو والله درک سفر کن. هله هوی الله هله هله وی الله. رامبو دیگه بیشتر از این نفسم جا نمیده الان شما دیگه برید قربونت میرم. الان یه آهنگ همه باید با هم برات میخونیم کیف کنیم. آماده این؟ بله. پس همه با هم بگیم یک دو سه چهار. آماده؟ یک دو سه. بچمش برای مونه دلش خورسه چون میدونه پشتش هم گرد میمونه بازاتیم پشتش همه با هم میسازیم این کام رو با هم اینو بلند بگیم دور هم آماده این که اینو بلند بگیم دور هم خلیج فارس
شکر. از پای تلویزیون تکون نخوره، اینجا منو ببینین. از پای تلویزیون تکون نخوره، یه کمدین درجه یک داریم براتون. یه قافلگیری فوق العاده. آخ، نفسم جا اومد. رو به اون ور همه، یک، دو، سه. همونطور که وعده داده بودم که امشب براتون یه غافلگیری دارم، دیگه وقتش رسیده و میخوام اون غافلگیری رو انجامش بدم. یک کمدین بزرگ، همونطور که گفته بودم سلطان کمدی، قدم سر چشمن گذاشتم و به خندوانه ملحق شدم و کسی نیست جز جناب آقای اکبر عبدی. خیلی ممنون قربان شما. ضمن عرض ادب و تبریک به مناسبت رسیدن ماه مبارک رمضان به همه عزیزانی که در منزل هستن و شمای عزیز که در استودیو، انشالله که طاعتشون عبادتشون قبول حق باشه و هر دعایی میکنن سر سفره افطار یا سر سفره سحری 100% تا تموم شدن ماه برآورده بشه. برای همه زوجایی که در انتظار ازدواجن آرزو میکنم که با تموم شدن ماه عروسیشون اخوانینشون بیفته عید فطر. و باز دوباره از دوست عزیز و همکار گلم آقای رامز جوان تشکر میکنم، از آقای فرهانی تهیه کننده تشکر میکنم که موجبات اومدن دوباره ما به این برنامه رو فراهم کردن. خیلی خیلی ممنونم و خیلی خوشحال و خرسند از اینکه در کنار و در خدمت شما هستم. شاکریم. یه 25 ثانیه بخندیم. بله بفرمایید. چرا تموم نمیشه؟ نمیرسه. سه ثانیه مون بذاریم. این راجب مارمزون بگم، بابای من روزه میگیره، این سه ثانیه مونده رو میخوام بگم، بابای من روزه میگیره، آقا از اون داره پخش میشه، این هنوز داره میخوره سحری. میگم آج آقا از اون داره پخش، میگه اکبر آقا حساب کن از اون دو دقیقه من دیرتر میخورم. از اون بر افطار میشه، افطار میشه هنوز از اون نداده، این داره میکنه چوری میکنه به خوردن چای رو میریزه و میگم آقا هنوز مونده سه دقیقه. میگه آقا دو دقیقه اونجا، سه دقیقه اینجا، پنج دقیقه حساب کن من فردا پنج دقیقه دیرتر کنم. تای مارمزون 48 ساعت و 22 ساعت طلبکاره، خدا ازش طلبکاره. خیلی مخلصیم، انشالله که هر کی میگیره قبول باشه، هر کی هم که نمیگیره سلامت باشه. حتما یه ایرادی داره، یه مشکلی داره، انشالله که ایراد از تنبلیه نباشه، ایراد از چیزی دیگه باشه. ما در خدمتیم. یادم میاد مارمزونا ما به عشق سحری خوردن، چون سحری صبحونه نبود، غذای کامل بود دیگه، عدس پلو با شامی بود مثلا. رو پشت بون رادیو ترانزیستوری صدای این آقایی که قبل از اون پخش میشد آدمو مست میکرد. همینجوری پای رادیو همچینم بلند میشدیم دست نماز میگرفتیم، انگار پسر آیت الله مرعشی قرار روزه بگیره. میشستیم سر سفرمون بالا و مادرم میگه میخوای روزه بگیریم؟ گفتم آره. مگه چیه؟ روزه رو میگرفتیم، میخواستیم بریم مدرسه، دلوپی چای شیرین و پنیر با کتلت دیشب هم میخوردیم تا زور ها رو هلاک میمدیم. مادرم میگفت تا زور مال شما قبوله، بیا نهار تو بخور. نهار رو میخوردیم، میگفتیم ولی به بابام نگوام. میگفت باشه نمیگم. دوباره اصلا ما
تایی مرمزون میدیم به جای 3 وعده غذا 6 وعده داریم میکنیم. اکبر گامبو گامبوتر هی میشه. من اگه اجازه بدین یه خاطره راجع به فیلم برداری بگم. قرار بر این شد که وقتی دوستان گفتن که دوستان تو خونه خوششون اومده از اومدن ما، حالا البته تعارف کردن یا حالا تعارف نکردن، دست تک تکشون از این طریق میبوسیم. وقتی که گفتن مسمر ثمر بوده اومدن شما، یه 5 ثانیه بخنده یادم رفت. من دیگه حالی که ندارم، فقط تصویری میخندم. بوغلمو بودی. خلاصه گفتیم چشم، ولی قرارمونو بر این گذاشتیم با استاد جوان اگه به ذهنمون رسید آلزایمر نشده بودیم، هر دفعه یه خاطره از زمان فیلم برداری تعریف کنیم. اگه موافقین یه 2 ثانیه بخندیم. یه روز ما فیلم برداری داشتیم جناب جوان. اون موقع مثل الان نبود، دوربینا الان انقدر پیچرفته شده و حساسیتشون انقدر قوی و بالا رفته، با یه لامپ 60 کار یه خاور مثلا وسایل نورپردازی رو انجام میده این دوربین. با یه لامپ 60 میشه قشنگ یه محوطه ای رو نور داد و فیلم گرفت. قدیما اینجوری بود که یه خاور دو خاور وسایل فیلم برداری میرفت سر صحنه، برای در اختیار گرفتن این وسایل نورپردازی و فیلم برداری مستلزم این بود که حتما شما از برق سفاز، از برق قوی استفاده کنی. به این صورت هم بود که تهیه کننده یه نامه می نوشت می داد به مدیر تولید می برد برق منطقه اونجا تایید می کردن، یه مأمور می فرستاد برق منطقه می اومد برق اون منطقه رو که ما فیلم برداری داشتیم و نگاه می کرد، مثلا سیم کابل برق وسایل فیلم برداری رو وصل می کرد به برق سراسری، می شد فیلم برداری کرد. روز جمعه بود، اینا نرفته بودن، تنبلی کرده بودن روز قبلش، و بعدش هم جمعه بود، گفته بودن یه 3 ساعت توی مغازه میوه فروشی فیلم برداری داشتیم، گفتن یه 3 ساعت فیلم برداری میکنیم زود تمومش میکنیم تا اونا بیان بفهمن. ما فیلم برداری تموم کردیم. از این بر نورپرداز ما آقای نصیر نیا، الان پسرانشون نورپرداز هستن، آدم شوخی بود. این نورپرداز ما هی میرفت چپ و راست میاد میگفت جمعه ما رو برشن آوردن. آخه جمعه هم وقتت کاره، خیر سر تو هنر پیشه گنده این کاری، بگو مریضم، بگو دلم درد میکنه، بگو حس ندارم، اصلا بازیم نمیاد امروز، تعطیل کن بریم باغ من. هی میگو باغ من، باغ من. این یه 5-6 ماهی میگو باغ من. یه روزم رفتیم باغ اینو دیدیم، یه خرابه بود طرف های دماوند، نه دیواری داشت نه دری داشت، یه خلا نداشت، یه چهار دیواری، مثلا دو نفر بعد کتشونو در میابردن با همدیگه میگرفتن، یه نفر میچست کارشو انجام میداد. هی هم میگو باقا نرو اون بر، کتوزو بگی این بر، کتوزو بگی این بر. خلاصه هی میگو باغ من، اینجا باغش بود. هی میگو تعطیل کن بریم باغ من، تعطیل کن جمعه است بریم باغ من. بودم آقا چجوری تعطیل کنیم، چی بگیم؟ یه ساعتهای 11 بود، 11 و نیم، به ذهن ما اومد که در خونه یکی از همسایه ها رو بزنیم، یه قبض برقشون رو بگیریم. پشت قبض برقا آدرس برق منطقه رو نوشته دیگه، هر مثلا محله‌ای رو نوشته این محله برقش مثلا میخوره به ایستگاه خیام. آقا گیر بردیم تلفن رو میخورد، چهار قلمستون بودیم، میخورد به ایستگاه خیام. زنگ زدم با صدای یکی از اهالی محل، یه پیرزنی، سلام ننه جون حالت خوبه؟ گفت بله مادر بفرمایید. گفتم ننه اداره برقه؟ گفت بله بفرمایید. گفتم اداره برق خیامو؟ گفت بله مادر بفرمایید چی شده؟ گفتم نه این بچه های فیل بردارو میکنن، فیلی برمیدارن، این پسر چاقه هست مدرسه دیر میکنه، با اون یارو کیه؟ هی بهش میگن کرگدن کرگدن. با اینا اومدن اینجا فیلم بیمزه تکراره میخوام پر کنم، فیلمی بردارم میکنم، بله شب دوباره اوشه نشان میده، هیچ فیلمشون هم نشان نمیده. اینا فشار رو بردم، برق دوزدم، فشار رو بردم، یخچال من ترکیده. یو گفت اجازه بده مادر، اجازه بده. آقای حسینی مثل که رفتم برق دوزیدم برای فیلم برداری. گفت آدرس بگیر، آدرس بگیر به این کجاست. مادر آدرسشونو بده.
آدرس دادیم چرای کلمستون اونجا اومده اون پسر چاقه رفته قایم شده اونو به پیداش کنن اون پسر چاقه هم اچیل میدونه با اون برین این برقی دوزدن سنجاق انداختن برق از اونجا دوزدن یخچال ترکی حالا تلویزیون نمونه میترکه انشالله اینا رو نشان نمیده آقای یه رو بیست دقیقه باید دیدن این لندروبرای اداره برق اومد و از اینایی که همه چی بهشون وصله اومد پایین و با نامتون کو برای چی برق دوزین همسایی ها زنگ زدن گلگی کردن شما برای چی بدون اجازه برق گرفتی برو آقا بالا برو آقا بالا قطع کن از این چنگاکا انداخت به تیل چراغبر همجی که میرفت بالا من و احمد نسیمی هم دستامون جلو دهنمون سرامونم تو کله هم دیگه میخندیدیم میگفتیم الان تعطیل شد رفتیم باغ همینجوری که طرف میرفت بالا احاطه پیدا کرد به جمعیتی که جمع شده بودن زیر تیر یهو به من نگاه کرد گفت آقا حسینی این پسر چاقه محسنه آقا مدرسه دل میشد دیگه شمایی دیگه گفتم بله اینا گفت کو منو نگاه کرد گفتم سلام علیکم گو بپایین بپایین ولش کن زنه خوشم ترکی ترکید بپایین اون روز به جای 12 شب ساعت 2:30 تعطیل شدیم اینم از خاطره تیر چراغ برق و برق دزدیدن خدا رحمت کنه آقای رستام تهیه کننده بود و بازم خدا رحمت کنه آقای بیرنگ خدا رحمت کنه برای زنده هم میگن بله اینه میگیم که زودتر ایشون هم خدا رحمت کنه خب حالا میدونم خیلی خنده دار نبود ولی چون رسم برنامه است بخندیم بدون هندونه خیلی ممنونیم دست به شما درد نکنه دمتون گرم خداحافظ محبت کردیم زحمت نمیکشم برم دیگه خودش مثل که منو میبره خودش میره دستور بفرمایید رفته دست بوسیم موسیقی کمدین یادم افتاد 5 ثانیه بخندین آخره بوغلمونه یه بوغلمون اومده تو استادیوم خب خدا رو شکر دیدید همون غافلگیری که خدمتتون عرض کردم اتفاق افتاد و آقای عبدی عزیزمون به ما ملحق شدن و دیگه از این بعدم با ما هن و خیلی خیلی زیاد من خوشحالم قدم سر چشمن گذاشتن و این حال درجه یک بین همه هم میتونم شفردهیم سفرمی بورمامشم باشه هلا آق بلیم نزی جالیم دایم ایرتر داشه هلا Dağlardan açtım seheri, dolandım kendi şehri, köylüm kuşu uçtu beri, dönüp kızıl kuşa hele, telli sazı tanıştırdım,
sazım mənlə danışmadı. Düşəndə eşqin otuna, vallah, mən yanıram, saz alışmadı. Pərdə-pərdə gəzdim sazda, unutmadım heç avazda. Tərif dedim saza sözdə, saz halımı soruşmadı. Bayqərənin ağdağında, ürəcimin qan şağında, sazda sözlər oğlağında, arxa durub vuruşmadı. Aydın yazdı Aşıq Vəli, sazla sevindirdi eli, zər qədirin zərgər bilir, saz bilmədi, danışmadı. Aşıq kafeyi aşıqa həstən deyir. Şadən deyir, həmin şadən, nişəndən deyir. Ki bir mərdum nişan bildən ki, tarahatı nistən. Həmin qum var, həmin qəşəngən. Aşıq elin balasıdır, şirin ailən çalasıdır. Aşıqlar, yəni toy axtaranlar, aşıqlar çatdır axtaranlar. Aşıq günlər axtaranlar. Aşıqlar yalanmışı, fəndi türüşü, parçamızı, foya şatdır axtaranlar. Ömür deyil, qocalıysan, köylüm deyil, yaşa hələ yəy, yaşa hələ yəy. والیبالمون فردا بازی داره. حواستون جمع باشه که باید کنارشون باشین و اونها درجه یکن و یک تشویق درجه یکتر لازم دارن. ما برای حمایت از تیم ملی والیبالمون یک ترانه ساختیم، یک موسیقی ساختیم درجه یک و یک ویدیوی خیلی باحال که میثم کزازی موسیقیشو ساخته و تنظیم کرده، امیر سلطان احمدی ترانهشو گفته و محمد بهرانی عزیز و امیر سلطان احمدی عزیز هم جلوی دوربین قرار گرفتن و اون رو خوندن و خیلی هم کار باحالی شده. دعوت میکنم با هم دیگه ببینیم. یادتون نره مردای والیبالی رو بله دنیا قبول کنیم. این تعبیر یه رویا. آنجلس روم بلند شد تو از پشت یک سوم نشونه بگیر حالا منطقه چهار و محکم بخوابون همون جا آبشارو دستات رو تور مثل یه چتر بازه تک دفاعات دوباره همازه میسازه با سرویسای عالی جهشی موجی ایران برای ما همیشه تو اوجی پاسورمون دقیقه مثل تک تیرانداز عجب نگاه با پنجه ها میکنه اجاز اگه بخواد میزنه سرویس هدفدار حریفا رو با این نقشه میده آزاد از بین اشیاء عتیقه سیرزی هاش سریه مثل یه پلنگ دریافتاشو نگو محجر و قشنگه سرعتی زن میخوای بودو بیا اینجا میبره تو پارو رو هوا مثل اینجا پار بچه هایی که بی نظیر و عالی خوب میندازن تو با تو جای خالی میزنن روی تور حریفا خیمه میبرن بازی ها رو سریع و سه گیمه پنج گیمه هم بشه اشکالی نداره گیمه که از چشماشون میباره
جانم جون میدم برا انگوش نما شدن تو لیگ جهانی پیچیده آوازه ی غیرت ایرانی چه ببرن چه ببازن دوستشون داری همیشه به تک تک اونها امیدواری یه روز اگه روز خوبشون نباشه امکان نداره تیم از هم بپاشه زمین واسه شون مثل گود زورخونه اسمشون پشت حریف و میلرزونه نمونه ی بی نفس غیرت و مردی عادت دارن به آسمون نبردی مردای والی والی رو قله ی دنیا قبول کنید اینه تعبیر ی رویا میخواییم خدافزی بکنیم و بریم از حضورتون مرخص شد به احترام مردم عزیز ایران بلند شد خیلی دوستتون داریم و خیلی براتون دعا میکنیم آرزو میکنیم که سرحال باشید سلامت باشید قبراغ باشید خندون باشید مصمم باشید و مهربونتر باشید و در این ایام حسابی کیک کنید ماه جشنه و ماه کیک دهدن به تمام دعاهایی که میکنید انشالله همشون مستجاب میشن و از حضور مرخص میشین دوستتون داریم خدا نگهدار و یه دو سه پایگاه اطلاع رسانی راسخون